همه چیز دگرگون شد. احتمال افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان. سخنان تازه و تکان دهنده حکمتیار در مورد تأخیر خروج قوای خارجی از افغانستان. پیام او به طالبان. آمادگی های نظامی محمد محقق برای مقابله با طالبان. نشرات رادیو شریعت طالبان در قندوز. همچنان برشنا دلیل پرچوی برق را اعلام کرد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام، وقتتان بخیر. با یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. برشنا دلیل پرچوی برق را اعلام کرد. ریاست برشنا با نشر اعلامیه گفته است که بنابر مشکلات فنی و ترمیمات پلانی در شبکه برق ازبکستان، جریان برق وارداتی از ساعت 11 الی 4 امروز قطع خواهد بود. این شرکت همزمان گفته است که برشنا شرکت سعی دارد تا برای نخستین بار ولایتی که زیر پوشش برق ازبکستان بود، برق ترکمنستان را به شبکه های آن وصل نماید. نشرات رادیو شریعت طالبان در قندوز آغاز شده است. منابع محلی در ولایت قندوز در گفتگو با خبرگزاری افق فعالیت رادیو طالبان موسوم به رادیو شریعت را تایید کردند، اما به گفته آنان این رادیو ایستگاه ثابت ندارد و نشرات آن قابل تشویش نیست. قسمت الله مرادی سخنگوی والی قندوز امروز شنبه 28 عمل با افق گفت که رادیوی طالبان ایستگاه مشخصی ندارد که علیه آن اقدام شود. او افزود که نشرات این رادیو نمیتواند از هانامه را مخشوش کند و فعالیت آن قابل تشویش نیست. سخنگوی والی قندوز تاکید کرد که آگاهی مردم بلندتر از آن است که با تبلیغات طالبان تحت تاثیر قرار بگیرند. گفته می شود که رادیو طالبان از دو روز بدین سو در قندوز آغاز به فعالیت کرده و مردم را به پیوستن به صفوف این گروه تشویق می کند. قندوز از ولایت‌های به شدت ناامن است که طالبان در سال‌های اخیر توانستند دوباره آن را سقوط دهند. به گفته منابع در حال حاضر اکثر ولسوالی‌های قندوز در کنترل طالبان است. در این حال محمد محقق مشاور رئیس جمهور غنی در امور امنیتی و سیاسی می‌گوید که خروج غیر مسئولانه نیروهای خارجی از افغانستان نه تنها سبب افزایش تندرویی و رشد گروه‌های راس افغان مثل القاعده خواهد شد، که باعث خواهد شد جنگ داخلی در افغانستان نیز آغاز شود. آقای محقق تاکید می‌کند که اگر طالبان به جنگ ادامه دهند، او آمادگی دارد که در برابر این گروه بجنگد. محمد محقق بیان داشت یک فصل نو با وجود می‌آید. ممکن این به ضرر افغانستان باشد و ممکن هم که جبهات تروریسم را تقویت کند و این مسئله قابل پیش بینی هم است. او افزود اگر طالبان صلح کنند ما خوش می شویم. برای این که دوباره مردم افغانستان نباید بیشتر از این به برادرکشی راضی شوند. اگر جنگ کنند کسی به سادگی صحنه را به حریف ها رها نخواهد کرد. ما همچنان قاطع هستیم، آمادگی های خود را داریم و آمادگی های خود را می گیریم. همزمان با این در یک گزارش نیویورک تایمز آمده است که پنتاگون در حال بررسی طرح‌های جابجایی نیروهایش در برخی از کشورهای همسایه همچون تاجیکستان، قزاقستان و ازبکستان است تا افغانستان بار دیگر به پناهگاه راس افغانان مبدل نشود. در بخشی از گزارش نیویورک تایمز آمده است که نیروهای ترکیه که پیش از این در قالب ناتو در افغانستان حضور داشتند در افغانستان خواهند ماند. هرچند که ناتو و ایالات متحده تا 5 ماه دیگر نیروهایش را از افغانستان خارج خواهند کرد. در این حال گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی میگوید تأخیر در خروج نیروهای خارجی از افغانستان نشست استانبول را با خطر روبرو میکند. او امروز شنبه 28 عمل در یک نشست خبری در کابل گفت که تأخیر در خروج آمریکایی ها دلایل سیاسی دارد نه لوجستیکی. حکمتیار در عین حال افزود که ایالات متحده تاکنون دلایل تعویق زمان خروج نیروهایش را توضیح نداده است.
او تاکید کرد که این موضوع باید با مردم افغانستان به ویژه طالبان شریک ساخته شود. او در ادامه تاکید کرد که آمریکا باید 50% از نیروهایش را در ماه می و 50% دیگرش را در ماه سپتامبر خارج کند و هم متحد شود که دیگر در امور افغانستان دخالت نکند. به گفته حکمتیار، حضور نیروهای خارجی پس از ماه می نقض توافقنامه دوحه است و فضای بی‌اعتمادی را بین آمریکا و طالبان ایجاد کرده است. رهبر حزب اسلامی علاوه کرد که تأخیر در خروج نیروهای خارجی نشست صلح استانبول را با خطر مواجه می کند. او از طالبان هم خواست که مذاکرات با طرح افغانی را تحت شرایط قطع نکنند و تلاشهایشان را برای دست یافتن به صلح ادامه دهند. در پایان، احتمال افزایش نیروهای آمریکایی برای خروج محسون از افغانستان. سخنگوی وزارت دفاع یا پنتاگون اعلام کرده است که برای خروج محسون و سربازان خارج از افغانستان شاید شمار این نیروها افزایش یابد. جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، روز جمعه 27 مرداد در یک نشست خبری گفت که ممکن است برای یک مدت کوتاه نیروهای محافظتی به افغانستان اعزام شود تا خروج نیروهای خارجی به صورت محسون و منظم انجام شود. بر اساس تصمیم تازه آمریکا، قرار است نیروهای این کشور همزمان با سایر نیروهای خارجی تا 11 سپتامبر سال جاری میلادی افغانستان را ترک کنند. این در حالی است که مطابق توافقنامه دوحه، نیروهای خارجی باید تا کمتر از 15 روز دیگر افغانستان را ترک می کردن. طالبان حضور نیروهای خارجی پس از ماه می را سرپیچی آشکار آمریکا از توافقنامه دوحه خوانده و نسبت به پیامدهای آن هشدار داده است. پنتاگون در مورد این هشدار گفته است که جدی نگرفتن آن بی احتیاطی است. طالبان تأخیر در خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را سرپیچی علنی از توافقنامه دوحه خوانده و گفتند که با نقض این توافقنامه، طالبان اصولا راه هر گونه اقدام لازم را برای جنگجویان این گروه باز می نماید و مسئولیت آن به دوش آمریکاست. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در این باره گفته است: ما هشدارهای آنان را دیدیم. این برای ما به احتیاطی خواهد بود تا این هشدارها را جدی نگیریم. برای طالبان هم به احتیاطی خواهد بود تا اظهارات رئیس جمهور و وزیر دفاع را نادیده بگیرند که گفته بودند حمله بر نیروها، متحدین و همکاران ما در جریان خروج جواب قاطعانه خواهد داشت. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر، بدرود.